سلام بینندگان عزیز خوش آمدید به گفتمان کنونی ما چند روز پیش نهاد به نام خانه آزادی یا فریدم هاوس گزارش به نشر رسانده که آزادی مدنی سیاسی در افغانستان هم ردیف با کشورهای مانند تاجکستان، ازبکستان، ایران و روسیه است که در بخش اطلاع رسانی و رسانه ها این گزارش از, طرف بعض نهادها ها تایید شده و از طرف بعضی نهادها ها هم رد شده که ما در این گفتمان صرف بخش رسانه ای گزارش مورد تحلیل و ارزیابی قرار میتیم و مهمان های محترم ها دعوت کردیم که خدمت شما معرفی میکنیم آقای احمد بهزاد نماینده منتخب مردم در شورای ملی سنجر سحیل روزنامه‌نگار و عضو اجرایی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان محمد ضیاء بومیا مسئول کمیته دفاع ژورنالیستان افغانستان ملک ستیز پژوهشگر امور بین المللی مبارز راشدی موین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ و رحیم سمندر رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان خوش آمده مهمان های محترم به گفتمان ما در آغاز از آقای سمندر میخوایم پرسان بکنیم که شما گزارش خانه آزادی را تایید کرده که گویا این گزارش درست است اجزا را میشه بگوید که استناد بر چی این گزارش درست است در گزارش فریدم هاوس موارد متعددی اشاره شده یکی از مواردی که چند پاراگراف در بخش افغانستان سرش تفسیر صورت گرفته مشکلاتی که رسانه ها هست آزادی هایی که رسانه ها ندارن مشکلات در بخش عدم مسئولیت رسانه ها عدم دسترسی و معلومات و موارد دیگی اشاره کردن و سال 2009 بدترین سال خوانده و همچنان اشاره موجود هست که با وجودی که افغانستان قانون رسانه هایی که در 2007 این قانون پیشنهاد شد و بعد از تایید شورای ملی تصویب شد و توشیه شد با وجودی از این مشکلات در عرصه کار رسانه ها موجود است یعنی موجود است که افغانستان را هم ردیف ایران، تاجکستان، ازبکستان و روسیه بسازد؟ ما چیزی که خیلی مهم است از, از نظر مردم افغانستان است که ما آزادی هایی که داریم اگر در دو بخش سرش تبصیره بکنیم یکی داشتن آزادی بیان و رسانه ها در قانون رسانه های افغانستان و در قانون اساسی افغانستان است که واقعا سراحت داره ذکر یافته و در مسئله عملی اگر بیایم، چیزی که ما تایید کردیم محتوای راپور است که واقعا امان گونه ای که آزادی ضرورت است و ما ضرورت داریم که سر مسائل مهم سیاسی اجتماعی اقتصادی مملکت همه روزه نوشته کنیم موارد مهمی که افشا بکنیم تحقیقاتی که باید بکنیم بعد از ده سال ما نمیتونیم در تمام ده سالی که گذشت خبر آنی و فوری نوشته کنیم اینی مشکل بزرگی است که ما به حیث رسانه ها دولت من حیث مانه ایجاد کرده یو زافه کار مسلکی و نوتونی ژورنالوساس کرسری کردن میته چندین چندین بخش چندین دلایل موجود هست بزرگترش دولت مشکل ایجاد کرده کارمن کسانی کې در در دولت کار میکنن په حیثیت وزیر په حیثیت والی په حیثیت ولسوال په حیثیت مسؤلین امنیتی و نظامی و کسایي کې در ترکیب دولت هستند مافیای مواد مخدر جنگسالاران افراد زورگو افراد زورمند افرادی که با نفوذ هستند رهبرای تنظیم ها احزاب سیاسی این می تمام مردمی است که وقتی شما گزارش نوشته میکنین واقعا حقایق میگین پشت یک گزارش تحقیقی میرین روی موارد میخواین یک ماه کار بکنین یا یا 20 روز کار بکنین هیچ وقت شما نمیتونین معلومات به دست بیارین و هیچ گونه معلومات در دسترس شما نیست های عملی قضیه که ژورنالیست به خاطر نشر یک موضوعی که او افشا کننده باشه مورد تهدید مرگ قرار گرفته باشه مثال داری شما مثلا خود قتل زکی, زکی در در کاپ پروان نزدیکترین ولایت کابل طرف واقعا واقعا مثلا قتل،, قتل آقای روحانی در هلمن آقای روحانی برای بی بی سی و پژواک بهترین گزارش های تحقیقی آغاز کرده بود و چندش نشر شد که راجع به موا... مافیای مواد مخدر بود و دست دس داشتن مقامات امنیتی محل در چنین مسائل افشاگری کردن که آقای روحانی کشته شد یا مثلا جاوید یازمی در قندهار یکی از ژورنالیست های دیگه ما به خاطر ازی کشته شد که بیشتر از یک سال در توقیف بود از بگرام وقتی رها شد خواست یک مسائل مهم افشا بکنه آقای سهیل <applause> مسئله ایره که آقای سمندر از کار رسانه ای گفت و کشته شدن بعضی از همکارای ما و شما را جورنالست ای تایید کننده گزارش فریدم هاوس هست که افغانستان را هم ردیف چون ایران، ازبکستان، روسیه و تاجکستان بسازه و یا دید شما در باب آزادی بیان توردگیه است بسیار تشکر البته ببینیم امو آم شاخص آقایی را که خانه آزادی در رابطه با مسئله آزادی های اساسی در, رابطه با افغانستان گزارش داده شامل تنها آزادی رسانه ها و آزادی بیان نیست مجموعی از مسائل و حقوق و حقوق اساسی و حقوق بشری و حقوق اقتصادی و سیاسی را در نظر گرفته اما به اصطلاح درجه ششم را به افغانستان داده که بر اساس طرف آخر درجه دوم داده دقیقا نه از طرف آخر درجه چهارم میشه یعنی کشورهایی هستن که درجه درجه, درجه, درجه دهم هم دارن ده نه درجه دهم دارن کشورهایی هستند که درجه دوم دارن اما اما شاخص شاخص بندی که اینا کردن بنابراین افغانستان در رده ششم قرار داره پس این تنها بحث آزادی بیان در اونجا نیست اما نکته ای را که بر حال در رابطه با مسئله آزادی بیان میشه در افغانستان گفت خوشبختانه مواردی وجود داره یعنی این مثال های زنده وجود داره که دولت به صورت مستقیم سانسور نکرده و آزادی بیان به با صورتی که به اصطلاح خب ممکن است به صورت ایدیال نباشه ولی حداقل سانسور رسمی و دولتی چه قبل از نشر و چی بعد از نشر وجود نداشته فشارهایی است که خانه آزادی هم در, در گزارش خود اشاره کرده با اونا مثلا حضور جنگ سالاران و, و قدرتمندان محلی در برخی از محلات که فشار میارن بالای برخی از رسانه ها یا برخی از گروه های کار ها که در رابطه به برخی از از, از برنامه ها لا روی خوش نشان نمیتن و مخالفت میکنن اینا وجود داره اما این به این معنا نیست که دقیقا در افغانستان آزادی بیان وجود نداره و مقایسه کردن افغانستان و قرار دادن افغانستان در سطح ایران که مثلا در اونجا ایران فعلا بزرگترین زندان به اصطلاح آزاداندیشان و خبرنگاران در منطقه است و این واقعا ظالمانه است که افغانستان را با ایران مقایسه بکنیم خب موارد بودم مثلا خانه آزادی اشاره کرد که کامبخش به خاطر مثلا پخش دیدگاه های کفرامیز محکوم به اعدام شده از طرف محکمه ولی ما شاید بودیم که این محکمه این ای 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 حکم هیچ وقت اجرا نشد و فعلا کامبخش در افغانستان وجود نداره و این نشانگر ازیسته که دولت افغانستان با وجود شیوه تحقیق از اینها را شما ردیابی کرده که تا کدام اندازه موجه و میاری است ببینن اونا یک سر شاخصه ها دارن برای بررسی امی, مسائل اونا مقایسه کردن افغانستان را نسبت به سالهای گذشته و نسبت به آزادی هایی که در قوانین افغانستان تشریل شده مثلا اینا گفتن که انتخابات سال 2009 که توان با تقلب گسترده بود و پایین بودن مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری به دلیل تقلب های فراوان و به دلیل از اینکه این تقلب ها تایید شد و از طرف دیگر رئیس جمهوری که با کمتر از 50 درصد آرا به ریاست جمهوری رسید کمبود دسترسی مردم به عدالت شفاف و, و, و منصفانه و مثلا کاهش دسترسی مردم به 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 امنیت جانی امنیت فیزیکی امنیت اقتصادی امنیت سیاسی و اینا اینا مواردی هستند که اینا رو در مقایسه با سالهای گذشته و در مقایسه با قوانین افغانستان اینا را بازبینی و بررسی کردن و همچنان با با بر اساس گزارش هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و نادهای دیگه از افغانستان ارائه دادن آقای راشیدی آنچه که در گزارش آمده و دوستای را داشتند دید شما چی است که آیا افغانستان قابل مقایسه است با کشورهایی که پیشتر نام برده شد؟ اگر چند در این گزارش در مجموع در رابطه با آزادی های سیاسی آزادی مدنی سیاسی آزادی های مدنی سیاسی تیه شده که آزادی بیان یکی از معلفه ها و تامین کننده های آزادی سیاسی یا مدنی در هر کشور میتونه قلم داد شود و همونطوری که دوستا هم در بعضی موارد اشاره کردن افغانستان از جمله کشورهایی است که هنوز مشکلات پیش پایش وجود دارد در همه زمینه ها ولی آنچه که در این گزارش بسیار مورد توجه است افغانستان که امروز قانون رسانه هایش در میان کشورهای منطقه یکی از قوانین بسیار خوب حساب میشه همونطوری که دوستا هم یاد کردن نه سانسور قبل از نشر و نه سانسور بعد از نشر برسمیت شناخته نشده و عملا هم انصافا دولت افغانستان نسبت به آزادی بیان که رول بسیار کلانی را در آزادی های سیاسی بازی میکنه هیچ گونه ممانعتی به وجود ناورده اگر مشکلاتی را که آقای سمندر صاحب ذکر کرد او مشکلات بعضی دقیق نیست یعنی چیزهایی که سمندر صاحب گفتن اگر اگر تحقیق بکنن به اون شکلی که گفتن نیست و ما مقامات حکومتی از موضع رسمی حکومت هیچ زمان در برابر آزادی بیان یا در برابر آزادی های سیاسی در افغانستان قرار نگرفته اگر آزادی بیان صدمه دیده از طرف افرادی که وابسته به حکومت افغانستان هست ولی موضع گیری و موقف شخصی داشته نسبت به قضیه ای که بیشتر هم در ولایات افغانستان یا اگر به ندرت در مرکز اتفاق افتاده و یک برخورد شخصی است ربطی به سیاست دولت افغانستان یا به قانونی که دولت افغانستان ملزم به اجرای از او هست و نسبتا هم خوب اجرا شده با او ربطی نداره و اگر جان جورنالیست هم به خطر مفته بیشتر ناشی از وضعیت جنگی و بحرانی که در افغانستان است ناشی از اوست ولی ما اگر آزادی های سیاسی و مدنی را در افغانستان یکی در قوانین افغانستان و یکی در محدودی اجرا و و در واقع زمینه اجرایی شدنش را بررسی بکنیم من فکر میکنم گذاشتن افغانستان در کنار کشورهایی که از اونها یاد شده در ای لیست دقیق نیست و ما هم برازی که یک, یک ریسرج است و یک تحقیق است نسبت به او به اتنایی صورت نگیره مردم افغانستان فعالین سیاسی در افغانستان اپوزیسیون حکومت افغانستان همگی ما فکر میکنم به این باور باشند که از یک آزادی کلانی در افغانستان در مسائل سیاسی برخوردار هست و حتی دولت افغانستان برعکس کشورهایی که افغانستان در, در کنارش گذاشته مورد ملامت قرار میگیره که آزادی ها فراتر از قوانین در افغانستان وجود داره یا به عبارتی دولت افغانستان دچار دو یک عدم کنترل شده و امروز از این گذر جامعه افغانستان ضرر میکنه یعنی ما این انتقادها هم به دولت افغانستان فراوان وجود داره وقتی که حکومت و دولتی به خاطر عدم کنترل متهم میشه یعنی یا به عبارتی آزادی ها بیش از اندازه است و شما میبینید حتی نسبت به با آزادی بیان کسایی که قانون را نمیشناسن و کسایی که آزادی بیان را در واقع از نظر ذهنی و تحلیلی نمیتونن بر بتابن اونا انتقاد به دولت افغانستان میکنه که آزادی بیانی که امروز در افغانستان وجود داره به فرهنگ ما ضرر داره یا در واقع به عدم آزادی تبدیل شده ولی من به این باور نیستم معتقد هستم که این گزارش دقیق نیست و واقعیت که در افغانستان اگر... است گواهی بر مطلب است دولت افغانستان به ویژه حکومت و علل خصوص وزارت اطلاعات و فرهنگ آمار رسانه های آزاد را که به مقایسه بگذاره با کشورهای همسایه تفاوت فاحش وجود داره واکنش چی از در برابر این گونه نشرات که روش تحقیق از اینا تا کدام اندازه میاری است چگونه استاد جمع کردن این هم شما چرت زده اقدام کردی در این رابطه؟ مثلا افغانستان در کنار کشورهای قرار گرفته که او کشورها اصلا رسانه خصوصی را هنوز اجازه فعالیت نداده و افغانستان در مدت بسیار کوتاه یعنی مثلا در حدود ده سال که دارای یک رادیو و یک تلویزیون بود و وضعیت نشرات چاپیش هم فوق غیر آزاد بود یا اگر آزاد بود به شکل امروزی نبود امروز افغانستان شاید فعالیت سی و تلویزیون هست که یک تلویزیون فقط دولتی است او تلویزیون دولتی هم در قانون افغانستان به عنوان تلویزیون ملی یا به عنوان پابلیک سرویس به رسمیت شناخته شده و مستقل شده و تلویزیون های دیگه کاملا خصوصی هست آزادانه میتونن فعالیت کنند عرض این کنن. است ای که شما به خاطر تناقض گزارش به خصوص در باب رسانه ها و آزادی و آزادی بیان و اطلاع رسانی که تفاوت میبینه در پی چگونگی سقم و صحت این گزارش شده که شیوه تحقیق از اینا چگونه بوده طوری که آقای سنجر گفت بعضی گزارشات ها مثلا حقوق بشر و بعضی نهادهای دیگه از افغانستان برای زینا داده یک نوع اگر نادرست باشه فکر مردم را به بیراه نمی کشانه این چنین اعمال؟ در دنیای غرب تهیه این او گزارشات چیز جدید نیست یعنی معمولا نهادهایی بر اساس مسئولیت هایی که داره گزارش هایی را تهیه می کنم. این نهاد خانه آزادی هم از سال 1941 که تشکیل شده این گزارش ها را به شکل مرتب هم داده زیاد جای نگرانی نیست مردم افغانستان عیناً و عملا می که امروز افغانستان تفاوتی فاحشی با با گذشته خود داره یک تفاوت بسیار زیاد با کشورهایی که افغانستان را در کنار اونا گذاشته <تصفح> و در ردیف اونا ذکر کرده تفاوت داره امروز 120 رادیو در, در افغانستان فعالیت میکنه که بخش کلان از یعنی نزدیک به 90 رادیو در بخش خصوصی فعالیت میکنه همین امی, امی که در میز ما شما میبینین شخصیت هایی است که هم منتقد شدید حکومت افغانستان هست از نظر فعالیت سیاسی و مدنی کاملا آزادانه فعالیت کردن ولی ما یک چیز را میخوایم کاملا یعنی این گپایی که میگم صرفا گپ جانبدارانه از حکومت افغانستان نباشه یک مقدار تحقیقی تر برخورد بکنیم بدون شک مشکلاتی در جامعه افغانستان هست زمانی که آقای کامبخش را محکمه میکردن ما او زمان هم در یک مصاحبه گفتم که باید محکمه ای افغانستان متوجه فیصله که میکنه باشه امروز افغانستان شرایط جدید داره باید به با قضیه به گونه عصبی برخورد نشوه و اگر عصبانیت در این موردها ها به خرج بتیم و در واقع یک حکم شدید و غیر عادلانه از ما صادر شوه در تمام گراف هایی که افغانستان نسبت به آزادی نسبت به آزادی های سیاسی آزادی بیان داره جایگاهش متفاوت خواهد شد شخص. که دقیقا در این گزارش ها همین موارد ذکر شده ولی ما با باور ای است که دولت افغانستان نسبت به آزادی بیان نسبت به آزادی های سیاسی خوب عمل کرده و ای یک چیزی است که فکر میکنم کسی نه با او مخالفت بکنه حتی مثلا اپوزیسیون دولت افغانستان همین موضوع را قبول داره آقای بومیا ما شما شاهد عملکرد کشورهای همسایه از جمله ازبکستان و ایران در پیوند با آزادی بیان هستیم دید شما چی است که هم قرار دادن افغانستان با این کشورها چی در خصوص آزادی بیان و چی در خصوص سایر آزادی ها بر اساس کدام میار و روش تحقیق بوده ای ارزیابی شده؟ Uh, uh, فکر میکنم که همی روش تحقیق از بهتر معلوم به خود خانه آزادی یا فریدم هاوس باشه ولی کشورهایی که افغانستان در ردیف از اونا قرار دادن تعداد است که اف... اوضاع و احوال واقعا فرق میکنن افغانستان نسبت به ایران و نسبت به قزاقستان و ایراق و اینا و فرق خواد کردن دوستای ما در اشاره داشتن که وضعیت نسبت به ایران در افغانستان به مراتب بهتر است در ایران وقتی که بر علیه رژیم کسی بنویسه روزنامه یا رسانه حبس میشه و گرداننده هم حبس میشه ولی با تاسف در افغانستان اگر بر علیه شخص بنویسی یا نامش تذکر بیتی محکوم به حبس استی که شاید خوبش مسئول روزنامه سرنوشت است که اسم از آقای اسپانتا برده بود محکوم به حبس شده بود تفاوتش در است یک تفاوت که ایران به افغانستان داره با مزاد آقای بومیا حکم به حبس مسئول سرنوشت فکر میکنم وجود نداره همه قدر که سارمولی افغانستان اونا را موقتا بازداشت کرده بود بنان به اساس ماده 414 چار قانون جزا فصل ششم باید با اونایی که خلاف قانون عمل کردن برخورد صورت بگیره که خلاف قانون اینا یک کسره محکوم به حبس میکنه یا میبریشه اختطافش میکنه و یا هم زندانیش میکنه که والا یک ساعت باشه ماده 404 قانون جزا در اینجا حکم صریح داره در قبال از طرف افراد اشخاص آه. بیشتر از مح... یک موضوعی که بعدا هم سرش خاط بحث کردیم همین مسئولیت پذیری رسانه ها و ژورنالیست ها و منتقدین است که میسه تایفه که افکار عمومی به شکل از اشکال قابلیت سمت سوزادنش دارند دمی گزارش میشه تر و گونه مثال چون آمد مثال می خواهیم واضح بسازیم گفته شده بود که برادر آقای اسپانتا گروه مسلح غیر قانونی جور ساخته تثبیت کرد جورنالست ادعای خود را که شما میگه حبسشان غیر قانونی است یا بازداشتشان و یا نه هنوزم دعوا جریان داره ببینید اگر, اگر ما امیر رقم پیش بریم این میاکاردومی که برخورد بکنیم فصل نوم فکر میکنم فصل نهم قانون رسانه افغانستان که فعلا با حالت تعلیق در آمده موضوعات است که در رابطه با مکلفیت ها و صلاحیت ها و برخورت های رسانه ها و ش... گردانده های رسانه ها را تنظیم میکنه این فصل از با تمام احترام به جناب موین به با طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ به تعلیق در آمده اگر میگم من مواد و جزوار برشان میگم کدام اجزایش به تعلیق در آمده در فقره دو سی با مزد پرسه شما ماند آقای بومیا شیوه تحقیق نهادهای بین المللی هم تا جای بگونه نمونه است سیمپل سروی شما هم مثال داده <تصفح> مسئله سرنوشت آه آه چند روز پیش یک از مسائل داغ در محافل رسانه ای افغانستان شد ادعا چگونه شد؟ دو قضیه است یا سرنوشت خدای نخواسته اشتباه کرد و یا هم خدا خاصا کسی که ادعا شده بود واقعا گروپ سیاسی گروپ مسلح غیر قانونی داشت در اینجا آیا قضیه بلا تکلیف باقی بمانه یا تحقیقات انجام شود نتیجه کار بالاخره چه شد که سارا چرا اینا را بازداشت کرد دلایل رد پیدا کرد یا دلایل صحت گزارش مش... اص... مشکل اساسی هم در اینجا است که آقای وحیدی برادر آقای سپنتا هیچ نوع ادعای بر علیه سرنوشت نکرده ولی آقای سپنتا ادعا کرده که چرا نام مه تزکر رفته در یک رسانه آقای سپنتار را... کسی نگفته بود که در اینجا گروه مسلح داره صرف به خاطر این ای 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 شناخت چی بیشتر آقای تایری اسم از آقای سپنتا برده بود در اینجا نگفته بود که آقای سپنتا گروه مسلح داره و آقای سپنتا هم به این خاطر ادعا نکرده بود که برای ما گفتن که گروه مسلح ها نداره بنان پیشتر در اینجا اسم برده شد از ملاها و جنگ سالارا ما میخوام <تصفح> که یک نام دیگه در پلی از اینا اضافه بکنم که ف... در شرایط فعلی تکنوکراتا هم که یک تهدید بزرگ برای علی شدن که نمونه خوبیش پیشتر ازشون نام بردم مسئله دیگه ایره که ما ببینین پیشتر گفتیم که حکومت افغانستان یا دولت افغانستان مستقیما یا غیر مستقیم سانسور وزن نکرده شما مادی پینجا و دوم قانون رسانه را ببینین یک خلای بزرگ ما در داریم مادی پینجا و دوم قانون رسانه میگه که مسائل کاپیرایت تشکیل اتحادی های سنفی احکام جزایی تخلفات رسانی و همچنان اعلانات و طلب معلومات طبق قوانین جداگانه تنظیم میشه به اساس قوانین جداگانه که ما قانون دسترسی به معلومات با مراتب چندین دفعه ادام کردیم و هم, هم تا بالا اصلا فکر از اون موجود نیست قانون کاپیرایت هم نیست و مسائل دیگه هم که این همه دلیل بر صحت گزارش خانه آزادی است یا دلیل بر ردش؟ من فکر می کنم که خانه آزادی هم بدون چشم پت کار نکرده. بله ببینید آزادی های مدنی و سیاسی و آزادی بیان صحبت کرده شما انتخابات گذشته رو ببینین از طرف خود و حکومت در سایر, سایر ولایت جوسازی شد که مردم نتانن در انتخابات اشتراک بکنن این سال آزادی چ... فکر و اندیشه و آزادی های مدنی در ولایت هم ادا شد ولسوالی های بسته اعلام کردن که بخاطر خاطر اینکه بر کل ما دسترسی به دادن رای نیست ما انتخابات را تحریم میکنیم را رسانه شما ایره به نشر رساندن و همسال از یک کس میخواهد در یک یکی از آزادی ها که آزادی اساسی یا حق اساسی انسان است زندگی انسان است شما برین در جنوب افغانستان است طرف نیروهای که حامی حقوق بشر هستن نیروهای غربی شب در خانه استراحت میکنی صبح وقتی که میری بمبارد شده و یا هم خانهش بیران شده زندگیش تباه شده کدام نوع آزادی کدام نوع حق در این مملکت مسئول است از طرف کی مسئول است که ما بگیم که چنین نیست بنا ما با در نظر داشته گزارش را که فریدم هاوس نشر کرده بود متاییدش میکنم موضوعات موجود است شاید از لحاظ تکنیکی گپای باشه که ارتباط به خودشان داره ولی در مجموع فضا چنین است که اونا نشر کرده بینندگان عزیز صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان رسانه ها سفر داشتن و در بحث ما نتانست حاضر شوه گفته های کوتای از اونا رو درباره ای گزارش یک جا با شما و مهمانان عزیز میبینیم بعد از اون میپردازیم به سوالاتم دقیقا نشست خبری امروزی یک واکنش بود در برابر گزارش سالانه فریدم هاوس که اخیرا منتشر شده آزادی رسانه و آزادی بیان در سال 2010 در این گزارش افغانستان در جایگاه سوم کشورهایی که آزادی ندارند آمده که در درجه 165 قرار دارد اعتراض ما بر این بود که افغانستان به باور ما در میان کشورهایی که قسمت آزادی و یا نیمه آزادی دارند حضور دارند، نه در کشورهایی که اصلا آزادی ندارند ما با وجود مشکلات و چالش هایی که وجود داره هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی در برابر رسانه و خبرنگاران اما آزادی هایی را داریم که بسیاری از کشورهایی که در ردیف افغانستان قرار دارند ندارند نی آزادی ها را خواست ما از فریدم هاوسی بود تا در مورد افغانستان دقت بیشتر به خرج بدن وقتی گزارش سالانه را منتشر کنند در سال 2009 هم افغانستان در میان کشورهایی که اصلا آزادی بیان وجود نداره حضور داشت و در سال گزارش سال 2010 هم افغانستان دارای آزادی های نسبی هست اما به هیچ وجه آزادی کامل را که رسانه ها در بسیاری از کشورهای جهان دارند افغانستان نداره لحاظ افغانستان در میان کشورهای و باور ما هست که قسما آزادی دارند نه در میان کشورهای که اصلا آزادی وجود نداشته آقای بهزاد میایم یک موضوع که مسئولانه بیان کردن مسئولانه برنامه را کردن و نقد تحلیل از سوی منتقدین ما رسانه های ما جورنالست های ما و نهادهای های ما در افغانستان تا کدام اندازه رعایت شده در رابطه با وضعیت آزادی بیان و سایر آزادی های قانونی در افغانستان اگر مسائلی که جناب آقای سنجر مطرح کردن و کنار بگذاره این مسئله برخورداری شهروندان از حقوق برابر و از امکانات برابر و فرصت برابر اینها را اگر ما فعلا مطرح نسازیم صرف بیایم بحث را متمرکز بکنیم در حوزه فعالیت رسانه ای و مطرح کردن دیدگاه های متنوع از رسانه ها به هیچ عنوان منصفانه نیست که با نظر که اخیرا توسط یکی از مؤسسات خارجی در مورد افغانستان مطرح شده ما موافقت داشته باشیم و افغانستان را در ردیف کشورهای قرار بدیم که از اونها در گزارش و در این نام برده شده البته من میخوایم مطرح بسازم یک نکته دیگر که آزادی بیان و فعالیت رسانه ای در افغانستان مشکلات خاص خود را داره متاسفانه هنوز آزادی بیان در افغانستان بومی نشده یعنی اینکه یک ارزش همگانی که همه نیروهای مؤثر در جامعه به او تن داده باشند به این صورت در نیامده بلکه عمدتا در وضعیت فعلی افغانستان افغانستان مشابه سایر کشورهایی هست که در مقاطعی از تاریخ خود توسط نیروهای کشورهایی که در آنها آزادی بیان یک ارزش بومی شده هست به نوعی اشغال شده و یا حضور نظامی خارجی در افغانستان آمده و تحت تاثیر این حضور حاکمیت و دیگر نیروهای مؤثر در جامعه وادار شدند که به یک سری از مسائل تن بدن آن هم به خاطر حمایت های جامعه جهانی و کمک هایی که این دولت ها این گونه دولت ها از بیرون دریافت می کنند اما یکی از مسائلی که ما در افغانستان شاهدش هستیم که میگرده به سؤال شما تلاش برای به ابتزال کشاندن آزادی بیان هست ببینید آزادی بیان از خود وقتی که ما میگوییم آزادی بیان باید یک ارزش بومی شده باشه و همه به او تن بدن و به, به پیامدهایش تن بدن باید به مسائلی که در رسانه ها منتشر میشه حساسیت وجود داشته باشه هم در رابطه با افشاگری هایی که رسانه ها میکنند و مطبوعات میکنند باید حساسیت وجود داشته باشه و حاکمان رصد بکنن مطبوعات رو و ببینن که چه مسائلی به عنوان خواستها و مطالبات مردم در مطبوعات منتشر میشه و چه نارسایی ها کمبوده ها و مفاسد توسط مطبوعات انگوش گذاشته میشه و اینها افشا میشه اینها وقتی که این حساسیت وجود داشت او زمان هست که در حقیقت احترام گذاشته میشه به حیثیت و اعتبار اصحاب رسانه و مطبوعات آزاد اما در افغانستان چنین نیست شما صد حرف غیر مسئولانه بگویید در کنارش وقتی که مسائل جدی را یک کس دیگر هم مطرح میکنه حرف جدی او هم در لابلای حرف های غیر ای که کس دیگری مطرح کرده از کنارش به سادگی عبور میشه شما میخواید که آشفت بازار تحلیل های غیرمسئول مسئول جوسازی شده از طرف حکومت است اگر نگوییم که از سوی حکومت به صورت سازمان یافته چون روند پیگیری میشه عمل کرده که حاکمان بی که نسبت به مطبوعات آزاد دارند فکر میکنم بزرگترین بی احترامی به اصحاب رسانه و بزرگترین بی احترامی به آزادی بیان در یک جامعه است شما وقتی که میبینید که تمام مطبوعات یا اکثریتی از مطبوعات یک فساد را در یک گوشه از اداره و نظام انگشت می گذارند و مسائلی را در او مطرح میسازند. هیچ اکسل عملی را نه در نهادهای عدلی و قضایی شما می بینید و نه در مجریان و مسئولان همان اداره حتی در موارد زیاد شده که ما شاهد بودیم که حتی به خود زحمت تکذیب هم ندادند یعنی این که حرف مفت است همان چیزی که متصدی قبلی جریان فرهنگی و اطلاع رسانی کشور بسیار به سراحت بیان کرد این در عمل ما شاید هستیم که حاکمیت به گونه رفتار میکنه که حرفی که از رسانه منتشر میشه نقدی که منتشر میشه اینها چیزهای مؤثری نیست حرفهای مفتی هست که عده هایی که از جامعه نیستند و منابع تمویل دیگری دارند اینها مصروف این حرف های مفت هستند و دل خود را به این مسائل خوش میکنند آقای ستیز مسئولیت رسانه ها جورنالست ها و منتقدین کسایی که حاضر میشن به نقد کردن در مورد حکومت و بسا مسائل اجتماعی و سیاسی اینا چه مسئولیت دارن؟ بعضی های از اینا فرزن به ادبی دروغ شاخدار میگن مثلا چند روز پیش یک کسی در یکی از رسانه ها میگفت که افغانستان از بعد و تاسیس پاکستان تا کنون هیچ گونه رابطه خصمانه با پاکستان نداشته و یا هم امثال از این گپای دیگه چشم پت هر چی که به بیا میگن از دید اه اه انتقاد به این قضیه چگونه باید برخورد شوه و چگونه رسانه ها باید میاری شوند با سوال بسیار مهمی را شما مطرح کردین پیش از اینکه سوال بپردازم بسیار مختصر در مورد همین گزارش شما در بفرمد. مورد منبعش پرسیدین در مورد شیوه تحقیقی که در این گزارش استفاده شده این گزارش بر بنیاد کنونسیون بینمالی حقوق مدنی سیاسی و کنونسیون بیندلی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی و پروتوکل سال 1967 تهیه شده و شیوی ریسرچ که دری گزارش ارائه شده در واقع افغانستان را به عنوان دولت ملحق به این کنونسیون ها و تدبیق کننده این کنونسیون ها که در پایش امضا کرده به بررسی گرفتن بر بنیاد حقوق بین بی المللی نهادهای مدنی بین بی المللی ناظر بر حقوق بین بی المللی هستند بنان اینا به عنوان یک نهادی که خود را ناظر در عرصه آزادی حقوق مدنی سیاسی می این گزارش تهیه کردند حال میم به پرسش شما با مذارت اگر بفهم. کمی روشنی بیاندازه که به نظر شما این گزارش درست ارائه شده که افغانستان مانند ازبکستان یا تاجکستان یا ایران یا روسیه است. <تصفح> به طور مثال سه سال پیش یکی از ورکشاپ ها ما در دوشنبه بودیم وقتی که جورنالست های روس میشنیدن که ما رئیس جمهور افغانستان نقد میکنیم بر از او قابل تعجب بود این کشور را با او کشورها هم ردیف قرار دادن میاری بوده به نظر شما اجازه بتین بر این سوال کمی دقت بکنیم به اصول حقوق مدنی سیاسی وقتی ما میگیم بر بیننده ها باید جالب باشه که وقتی ما میگیم حقوق مدنی هدف ما چی هست ما در حقوق مدنی سه قانون داریم یکی آزادی رسانه هاست یکی آزادی بیان هست و یکی هم آزادی اجتماعات یا تشکیل اجتماعات در زمینه حقوق مدنی باور می است که افغانستان دارای دستاوردهای معینی خود هست که هیچ قابل مقایسه با کشورهای همجوار خود نیست حقوق سیاسی چیست؟ حقوق سیاسی هم دارای سه معالفه است که مشارکت شهروند در انتخابات است مشارکت شهروند به عنوان معلفه سیاسی است و تشکیل اجتماعات سیاسی برای احراز قدرت سیاسی در این زمینه هم افغانستان بدون شک دارای یک سلسله هست افغانستان دارای حدود 80 حزب سیاسی است چنان که موین صاحب گفتن دارای رسانه های متعددی است اما از دیدگاه حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی ببینید ما در یک قانون دیگر از حقوق انسانی قرار می گیریم او عبارت از حقوق اقتصادی است حقوق اجتماعی است و حقوق فرهنگی در این زمینه افغانستان دارای بدبختی های فراوان است نمیشه گفت که مشکل داره بلکه دارای بدبختی های فراوان است در پیوند به انتقاد و منتقدین و نقش رسانه ها و نقش منتقدین باور این است که رسانه نهاد اجتماعی ساز ذهنیت های فردی است همین اکنونی که ما صحبت می کنیم رسانه شما در واقع دیدگاه های ما را در خور مردم میتن و دیدگاه های فردی را دیدگاه های اجتماعی می سازند رسالت یک رسانه بی نهایت با اهمیت است مشکل ما در افغانستان این است که ما بجای آن که تحلیلگر پژوهشگر و صاحبنظر ره به معنای اصلیش ارائه بکنیم ما با معذرت جمعی از منتقدین شفاهی دولت و نظام ره مطرح می کنیم باور ما این است که اگر تحلیل کسی به نام تحلیل مسئله ره مطرح می کنه باید چیستی او مسئله ره مطرح بکنه نهمی توان تنها به منتقد یک مسئله مبدل گردید تحلیل دو مالفه مهم داره اول انتقاد دووم طرح اگر تحلیل بدون طرح راه میشه در واقع و نقد شفاهی است نکته دوم پژوهشگران کی ها هستند ما در مهید خود پژوهشگران داریم با تاسف باورمییست که ما از نابود پژوهش در کشور خود شدیداً رنج میبریم پژوهش باید در یک زمینه و سه پروسه مهم جواب اراه بکنه چگونه اتفاق افتاد کیها باعث همچو یک اتفاق گردیدند و چه باید کرد در این زمینه پژوهش در واقع زمینه ساز تحلیل میگردد ما به تاسف در زمینه های مختلف پژوهش نداریم و منتقدین ما هم بدون پژوهش انتقادات خود ره به آدرس نظام و به آدرس اجتماع به صورت کل ارائه می کنند به صورت جمعی اگر ارائه بکنیم بحث ما در یک لایه از مشکلات قرار داریم دلیل لایه هم رسانه ها به حق مردم جفا می کنند و هم منتقدین انتخاب رسانه ها به بحث پیرامون مسائل مختلف افغانستان به نظر ما اشتباه آمیز است آقای سمندر یک کس ادعا بالاش وجود داره که مبلغ زیادی را بیش از ده میلیون دلار باید به نظام بپردازه از مدرک مشخص اینمی شخص هم یا خودش یا معاونش یا همکارش میاد در رسانه دولت را متهم به فساد اداری میکنه مردم نمیفهمه که اینمی منطقه خودش چقدر به فساد آلوده است چگونه ما اول خود را در برابر آینه قرار بودیم بعد از اون نقد بکنیم دیگر را, را. مشکل در است که مثلا یک مثال اخیر میگیریم یک مثال است که اخیرا در مطبوعات غربی راپوری نشر شد که بیشتر از 40 میلیون دلار ادویه در وزارت دفاع ملی افغانستان حیف و مایل شده. وقتی موضوع در مطبوعات افغانستان آمد فقط یک سی چهار روز خبری آنی و فوری سرش نشر شد و هر گایم که از یک طرف مصاحبه صورت گرفت از طرف مقابلش به او توازنش صورت نگرفت و هیچ کسی هم پشت پرده نرفت که واقعا پیدا کنه که 40 میلیون در کجاست یا 40 میلیون ادویه در کجاست هیچ هیچ رسانی ای کار نکرد چرا، چرا،, چرا چرا این کار نشد یعنی عوامل دلایل وجود داره که اگر شما برین با یک یک طرف قضیه مصاحبه کنین آماده نیست که تمام ارقام تمام معلومات در اختیار شما بده آماده نیست به گزارش تحقیقی چیزی که دکتر صاحب برش مسائل تحقیقی رو نام بردن اینمی مشکل اصلی است که در افغانستان تحقیق آغاز نشده ما ده سال تمام در گزارشات آنی فوری نشر حوادث روز تیر کردیم و چرا آغاز نشده به خاطر زی که آغاز شده نمیتونه شما نمیتونید درباره اشخاص با نفوذ و زورور حقیقتی بگوین که مردم میخواد آقای راشدی اجرا تداندی باره بگوی که هر کس هر چی در هر رسانه‌ای که دل شد میگه اگر حق گفتم دولت خاموش است و تیر خودم میره به قول آقای بهزاد و اگر ناحق گفت هم کسی نیست که بگه برادر تو چرا می غلط را کردی و این سبب شده که آشفته بازار نقد و تحلیل رسانه به پیتو تبدیل شده اکثرا دولت افغانستان در راستای جدا ساختن سره از ناسره یا راست از دروغ گام های برداشته اگه برداشت, برداشت چی بر ما ارز کنم در جواب شما بر خلاف فرمایش سمندر صاحب که ما به آدرس مقامات وزارت خانه ها جدی ترین مسائل را رو روان می کنیم. امی مسئله که شما گفتین از قماش از اتهامات بسیار بزرگ مربوط به دفتر رئیس جمهور مربوط به وزیر صاحبا مربوط به پارلمان اعضای پارلمان مربوط به نهادهای جامعه مدنی هر کدام ما انتقادها را با آدرسشان روان میکنیم. ما باور ما ای هست که با توجه به قانونی که ما باید قانون عملی بکنیم موارد ممنوعه هشت موردی که در قانون رسانه هاست که او باید عملی شود باور ما ای است که خیلی از رسانه ها و خیلی از صاحب افغانستان اگر موضوعاتی را که مطرح میکنم اونطوری طوری که جناب آقای بیزاد صاحب گفتن اگر شما پشت از این مسائل را بگیرین اینا نمیتونن جواب بگویند و از نظر قانونی محکوم میشن و, و, در بسیاری از موارد ببینین یک حقیقتی در حد شایعه وجود داره ولی شما مستندی در او زمینه ندارین ولی رسانه ها همیشه حکمامیز گفتن همین فرصه شما هم است که سکوت دولت دلسوزی با آزادی بیان است. یا ناتوانی شست یا یک ترفند از خودم یاره، که باور مردم به با منتقدین کم شود من نخواستیم بگوییم که دولت افغانستان هیچ گونه کوتاهی نداره دولت افغانستان مجموعه ای از وزارت ها و نهادهایی است که دولت افغانستان را میسازند من به عنوان یک کسی که مامور وزارت لط فرهنگ است میگم یعنی باید همه بدنه دولت فعال شود تا عدالت اقامه شود انتقاد هایی که نسبت به مقامات میشه این انتقادها ها بدون شک اونطوری که باید پیگیری شود و, و مشکلات رفع شود در دولت افغانستان صورت نگرفته این به توجهی عمدی و قصدی نیست بی توجهی عمدی و قصدی هم در مواردی میتونه باشه و در موارد هم به توجهی عمدی و قصدی نیست مربوط به ضعفی است که دولت افغانستان دوچارش هست ولی خب در مجموع بس ای هست که ما وقتی که نسبت به دولت افغانستان نسبت به گزارش هایی که نسبت به دولت افغانستان ارائه میشه اگر منصفانه گپ بزنیم قضایا این گونه که ما مطرح میکنیم واقعا نیست مثلا ما وظیفه اول ما دفاع از از آزادی بیان و از رسانه هاست ولی کار ما هم با رسانه هاست امروز رسانه های ما نسبت به قانون در بسیاری از موارد تمردهای عجیبی انجام میتند ما حتی به خاطر از ای که آزادی دوچاری مشکل نشوه و در واقع فعالیت رسانه ها دوچار یک بدبینی نشوه این را ابا ورزیدیم بر رسانه ها نگفتیم ولی شما باور بکنین اگر رسانه های ما قانون را مراد بکنن وقتی که آزادی بیان را میخواین از 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 حکومت یا از جامعه تحصیل بکنه در قبال او باید قانونمند عمل بکنه آقای بومیا میاریسازی سازی اطلاع رسانی و کار رسانه ای چگونه باید شود هر چیز ما میخوایم که بیشتر روی تمرکز ترکیز بکنم که همه چیز باید قانون من باشه همه فعالیت ها و همه جلوگیری ها هم باید قانون من باشه ببینین اما چیزایی که الزام آور از در قانون که تنظیم میکنه امور مربوط به رسانه را جناب موین صاحب در جریان است که فصل نوم است کلش به تعلیق در آمده اینا از حمایت از آزادی رسانه یاد کردن تلویزیون ملی تا در گرو خود از اینا است در حال حاضر رسانه هایی که جناب موین صاحب مسئولش هستند این روزنامه انیس باید موضوع ملی داشته باشه در رابطه با مسائل منطقه و مسائل مخالفین با دولت اما از رسانه از اینا بر علیه افراد و اشخاص حقیقی استفاده میشه اگر نی آدرس میتونم شماره چهار روز پیش اسلاوانی سر بکشن که برای افراد و اشخاص عادی از این جامعه از طرف وزارت اطلاعات فرنگ موضوعی گرفته شده این مسائل است که خود از اینا قانون همین نقایص چگونه از بین باید, باید برای هر زمان کرکترهایی که در وزارت اطلاعات فرهنگ یا گرداننده های فرنگی از کشور هستند خود را قانون من ساختن تابع قانون شدن قانون را احترام کردن دگرام از اینا خود یاد گرفتن تا نه نیستن نه خیر نه دا نظر داشت موادی که اگر میخوان که ما براتون تذکر بدم که اینا نقص میکنن اینا قانون من نیستن آقای سنجر مسئولانه بحث کردن و مسئولانه اطلاع رسانی کردن چگونه باید در افغانستان جایگزین شود یک روز در دا دانشگاه کابل یک جوان کتابچه نوتش درستش بود و میرفت برای امتحان آمادگی بگیره میگفت که روزنامه پشتی نداره مجله پشتی داره روزنامه پشتی نداره مجله داره مشکل ما اول از اینجا برمیخیزه که ما متاسفانه منابع کافی تخصصی برای گسترد، تعداد زیاد و گسترده رسانه های خود در افغانستان نداریم و مو خاطر اکثر رسانه های ما در گزینش کارمندان خودشان متاسفانه پناه میبرن به عدد تخصص و از طرف دیگه امکاناتی را که رسانه های ما متاسفانه در اختیار کارمندان خودشون قرار میتن او امکانات به اندازه کافی نیست تا افراد تخصصی جذب رسانه ها شود و این هم خودش یک عامل شده که متاسفانه بخشی عمده از نیروی تخصصی جورنالیزم در افغانستان جذب نهادهای دیگه شود نکته سومی است که متاسفانه رسانه های ما به دلیل دو تا مشکلی که وجود داره بخشی عمده از وقت خودشان را به اطلاع رسانی کمی آ، آ، صرف میکنن ببینید شما مثلا برای یک رسانه اگر امروز خدای نخواسته در یک گوشه افغانستان اگر 50 نفر در یک این انتحاری کشته شوه این خبر بسیار دست اول است اما اگر در یک گوشه دیگه یک نفر کشته شوه این خبر دیگه اهمیت نداره و این خبر از قلم میفته یعنی حتی در مورد مسئله مثلا حیات حق مثلا حیات انسان ها در اینجا در رسانه های ما برخورد کمی صورت می و این برخورد کمی در تمام ساحه وجود داره آقای بهزاد طرح شما به خاطر میاری شدن کار اطلاع رسانی و مسئولانه بحث کردن شما از منتقدین ما چی است <تصح> من با یک نکته به شدت مخالف هستم اصحاب رسانه و مطبوعات به هیچ اندوان نباید خود را در مقام اطلاع رسانی و کار حرفه‌ای وارد داوری بشن و نسبت به موضوعاتی که منعکس میکنند هم در مطبوعات نوشتاری و مطبوعات دیدار رسانه های دیداری و شنیداری اینها داوری بکنند که این بحث مثلا به وحدت ملی میتواند آسیب بزند یا روند ملت سازی را تسهیل بکند اگر اصحاب رسانه و مطبوعات در جامعه مانند افغانستان که از یک درد مزمن استبداد زدگی رنج میبره وارد ای مسائل شدن یکی از علل و عوامل اصلی خودسانسوری در جامعه به وجود خواهد آمد و بسیاری از موضوعات اساسی و تاریخی افغانستان همچنان کتمان شده باقی خواهد ماند از این مسئله به بحانه مسائل مسلحت ها و مسلحت نگری ها ما باید جدا اجتناب بکنیم اما چیزی که بسیار مهم هست و من بسیار نگران هستم افغانستان با توجه به پیشینی سیاسیش یک کشور استبداد زده هست و نگرانی عمده ای است که این بهار مطبوعات یا بهار آزادی بیان دولت مستعجل باشه که این دولت مستعجل هم از برکت حضور دیگران برای ما پدید آمده باشه و ادی با چنین رفتار آمیز به اصحاب رسانه و مطبوعات که بی اعتنائی نسبت به مسائل و مشکلات که رسانه منتشر میکنه یکی از مواردش هست خواسته باشند آهسته آهسته روند آزادی بیان و فعالیت رسانه ای آزاد در افغانستان ره لوس و آلوده بسازند و جامعه ره نسبت به میزان تأثیر گذاری رکن چهارم قدرت در یک جامعه رکن چهارم قدرت در یک جامعه قانونمند و مردم سالار که رسانه های آزاد و مطبوعات آزاد هستند بی باور و بی اعتماد بسازند و از این طریق در پی احیاء مجدد استبداد در کشور باشند این یک نگرانی بسیار جدی در افغانستان هست آقای ستیز طرح شما به خاطر میاری شدن کار رسانه ای و مسئولان بحث کردن منتقدین ما چی است سه نکته مشخص نکته نخست هماهنگی و ایجاد یک گفتمان سازنده میان حکومت رسانه ها و جامعه مدنی در این زمینه ما فکر می هم دیگر پذیری میان این سه رکن بسیار مهم اجتماع باید تقویت پیدا کنه نکته دوم قانونیت سازی یا به قانون کشاندن حق دسترسی به اطلاعات و بالاخره نقطه سوم او عبارت از شناخت دقیق از متخصصین صاحب نظران و منتقدین افغانستان است ما تشویش به دارم که اگر تعداد منتقدین ما از این بیشتر شوه ما دچار یک انقلاب نابسامان اجتماعی خواهیم شد بینندگان عزیز سپاس از اینکه تا این لحظه با ما بوده و همچنان تشکر بسیار زیاد از مهمانان محترم ما که در بحث ما حضور پیدا کردند